نه نمرگ نه غروب سپیده بر اساس خاطرات زندان ایرج مستاقی قسمت بیست و ششم هنوز دیر زمانی از تغییرات داده شده در سطح بند و انتقال تعدادی از بچه ها به فرعی نگذشته بود که مسئولان زندان طرح اولیهشان را تغییر دادند. آنها صلاح کار را در انتقال بخش اعظم زندانیان بند ام از کسانی که در انفرادی، فرعی و عمومی به سر می بردن به قزل حصار دیدند. به جز تعدادی از زندانیان دستچین شده و همچنین زندانیان شمالی همه زندانیان را که من نیز جز آنان بودم به قزل حصار منتقل کردند. شب یلدای 1362 بود که توسط اتوبوس از گوهردشت به قزل حصار ره سپار شدیم. در راه هیچ یک نمیدانستیم که ما را از چاله درآورده تا به چاه در اندازن. از گسترش و بساط سرکوب و نحوه برخورد زندانیان با شرایط جدید و در یک کلام از آنچه که در زندان قزل حصار جریان داشت اطلاعی نداشتیم. شاید بیش از همه من از وضعیت به وجود آمده راضی و خوشنود به نظر می رسیدم. در نگاه اول تصور می کردم به جایی می رویم که هیچ شناختی از من و گذشتم ندارند و حساسیت هایی که در گوهردش روی من بود در زندان جدید طبعا نخواهد بود. هیچ یک از توابان با ما نبودند و از این بابت احساس خوشحالی می وضعیت و شرایط زندانیان در تمامی زندانهای تهران که زیر نظر دادستانی انقلاب اداره می شدند رو به خامت گذارده بود و سرکوب لجام گسیخته تر از سابق پیگیری می در گوهردشت نیز بعد از آخرین دیدار لاجوردی از زندان فشارها افسایش پیدا کرده بود با این حال توابان از قدرتی برخوردار نبودند یا بهتر است بگویم که حضور جدی در بند نداشتند شاید این فشار آخر قبل از یک گشایش در امر زندانها بود و میخواستند پیش از رفتن تا آنجا که ممکن بود فشار را افزایش داده تا بتوانند در کوتاهترین مدت حداکثر اکثر بحر برداری را کرده باشند. بعدها رفسنجانی اعتراف کرد که در مهر 62 که اوج فشار و سرکوب رژیم بود، احمد خمینی به دیدار او شتافته و از فشار مجامع بین المللی در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی گلایه کرده و در پی جویی برآمده بود. تا آن موقع رسم این بود که زندانیان را برای هرچه بیشتر تحت فشار قرار دادن از قزل حصار به گوهردشت منتقل می کردن و روند عکس آن را کسی تجربه نکرده بود. در واقع گوهردشت تبعیدگاه زندانیان قزل حصار بود. با در نظر گرفتن واقعیت فوق هیچ کس به درستی شرایطی را که در انتظارمان بود پیش بینی نمی کرد. در واقع همه زندانیان این نقل و انتقال را به فال نیک گرفته بودند و جای هیچ گونه بدبینی در میان نبود. در ابتدای ورود پاسداران و توابان سعی می کردند فضا را برای مخوف جلوه دهند ولی تأثیری روی ما اقل در ابتدای ورودمان به قزل حصار نداشت. تصورمان مبتنی بر تحلیل قبلیمان بود که این شیوه کار مرسوم زندانبانان به هنگام ورود زندانیان به زندان جدید است. زندانی تازه کار نبودیم و بنا به تجربه دریافته بودیم که در بد ورود به هر زندانی زندانبانان سعی می کنند که آنجا را متفاوت از دیگر زندان ها نشان دهند و به اصطلاح گربه را دم هجله بکشند. در پناه ایجاد چنین فضایی راحتتر می توانستند جب سرکوب را در زندان گسترش دهند. به سرعت متوجه شدیم ارزیابی اولیه ما چندان واقعی نبوده است و برنامه ویژه‌ای برای ما تدارک دیدند. هاش داوود و تیم همراه او اگر موفقیتی حاصل می کردند در پناه آن می توانستند در دستگاه لاجوردی ارتقا یافته و ضمن موجه جلوه دادن خود امتیازاتی نیز کسب کنند. چرا که کسانی را که زندان بانان گوهردشت نتوانسته بودند از پسشان بر بیایند در قزل حصار سر به راه کرده بودند با توجه به این واقعیت می توان حد زد فشاری که روی ما اعمال میکردند، بیش از فشار معمول در قزل حصار و بندهای دیگر بود ما را در راهروی واحد یک رو به دیوار نگاه داشتند و توابان بند دو مشغول بازرسی وسایلمان شدند آنها تعدادشان آنقدر زیاد بود که می توانستند نیروی کمکی به بندهای دیگر نیز گسیل دارند. برای اولین بار توابان را در هیئت زندانبان می دیدم و این خود بارزترین وچه تمایز گوهرداش و قزلحصار بود که در اولین نگاه به خوبی دیده می شد. توابان تمام تلاششان را گذاشته بودند تا مورد خلافی را در وسایلمان پیدا کنند و با نشان دادن آن به پاسداران لبخند رضایتی دریافت کرده و ارتقاء مقامی در دستگاه حاج داوود بیابند ما قربانیانی بودیم که می توانستیم وسیله ارتقاء افراد را فراهم کنیم این ارتقا از توابان تازه و مبتدی گرفته تا شخص حاج داوود ادامه یافت. دیری نپایید که در بند مجرد شش واحد یک تقسیم شدیم بند را به چند سلول از قبل خالی کرده بودند افراد قدیمی در دو سلول جداگانه به سر می بودن. سه سلول ابتدای بند در یک سمت به توابان اختصاص داشت تعداد توابان در هر سلول به دو سه نفر می رسید. مسئولیت پخش غذا و نظافت نیز با خود آنها بود. توابان مجبور بودند در طول شبان روز به نوبت در بند نگهبانی دهند. زندگی فلاکتباری داشتند یا خواب بودند یا به نگهبانی در بند و گزارش دادن برای این و آن مشغول بودند. مسئولیت پاسداران را نیز به عهده گرفته بودند. چیزی نگذشته بود که متوجه شدیم حاج داوود معتقد است ما تشکیلاتی های تیر هستیم و باید به طور ویژه تحت مراقبت و برخورد قرار بگیریم. ما را با همین نیت به قزل حصار منتقل کرده بودند. من اولین نفری بودم که به داخل سلول شماره 8 رفتم. بند دارای دوازده سلول مجرد بود. مساحت هر سلول اندکی بیش از چهار متر مربع بود. دو متر و نیم در یک متر و هفتاد سانتی متر. بعضی از سلول ها عرضشان از این هم کمتر بود. چنان که من با قد یک متر و هفتاد سانتی متر نمی توانستم در عرض آن بخوابم و مجبور بودم پایم را به دیوار مقابل تکیه دهم. خوشبختانه سقف سلول بلند بود و تقریبا میشد روی تخت طبقه سوم ایستاد یک تخت سربازی سه طبقه در سلول بود که طبقه اول آن را درآورده بودند و در واقع تخت دارای دو طبقه شده بود وقتی داخل سلول شدم روی تخت دراز کشیدم تا خستگی راه را از تن درآورم ولی به سرعت در باز شد و چند نفر از بچه ها وارد شدند مجبور شدم بلند شوم تا جا برای آنها نیز باشد همینطور پی در پی در باز می شد و افراد جدید وارد می شدن و بالاخره و از طوری شد که مجبور شدم چون باتمه بزنم ورود افراد تازه وارد تمامی نداشت با دیدن آنچه که در حال وقوع بود از خنده داشتم رود بر می شدم توقع چنین موردی را نداشتم یکی از توابان دید و گزارش داد و مرا در بد و امر با چشم بند به زیر هشت بردند تا به خیال خودشان میخشان را محکم بکوبند پرسیدند برای چی خندیدی؟ گفتم مگه خندیدن جرمه؟ گفتند بله اینجا قزل حسار است دوران ماه حسل زندان هم تمام شده است اینجا فقط باید در خودتان باشید سعی نکنید به دیگران نیز روحیه بدهید جلوی توابان نمیخواستم کوتاه بیایم و برایم بسیار سخت بود که توابی مرا تهدید کند گفتم میدانی من از کجا آمدم؟ گفت نه با حالتی تمسخرآمیز گفتم از جایی که زرنگ های شما را به آنجا میفرستند تواب مزبور به شدت به هم ریخت ولی بیگدار به آب نزد و فقط پاسداری را صدا کرد و گزارش کار را به او داد پاسدار مزبور نیز از خجالتم درآمد تا به قول خودش دیگر پررویی نکنم علیرغم اینکه در بد و ورود کتک خورده بودم ولی احساس می کردم ارزشش را داشت که جلوی توابان کوتاه نیایم من از گوهردشت آمده بودم جایی که توابان نه تنها هیچ ارج و قربی نداشتند بلکه به شدت منزوی هم بودند تا آن زمان حاکمیت توابان را ندیده بودم و اصلا تصوری هم از آن نداشتم هم زندانیان چنین امکانی به توابان نداده بودند و هم سیاست کلی زندان و ریاست آن صبحی چنین اختیاری به آنها نداده بود صبحی از دیسیپلین خاص خود برخوردار بود و تخلف از هیچ کس را نمیپذیرفت او به توابان نیز به چشم زندانی و مجرم نگاه میکرد و آنها نیز باید چهارچوب مقررات زندان را رایت میکردند یکی از توابان به نام مجید بستشی معروف به مجید خالیبند را که در جوخه های اعدام شرکت کرده و تیر خلاص هم زده بود به خاطر نقض مقررات زندان به انفرادی منتقل کرد. او غالبا در بیرون بند و نزد پاسداران بود. مجید بسچی در اوین و در ساختمان دادستانی با چشمان باز در راهروها میگشت و در شعبه های بازجویی کار میکرد و هیچ محدودیتی هم نداشت. برای همین و با توجه به سابقه قبلیش دوچار خطای محاسبه شده و در یکی از روزها بدون اجازه نگهبان به بالای پشت بام می رود و بهای آن را به سختی پرداخت می کند و نزدیک به شش ماه در سلول انفرادی می افتد و عاقبت دوچار روان پریشی شدیدی شده و همراه ما به گوهردشت انتقال می آبند. مجید روی دستمان مانده بود و باید تحملش می کردیم. بچه ها مجبور به تیمار کسی بودند که میدانستند اگر اختیار عقلش را داشت دست همه توابان بند را از پشت می بزد. در قزل حصار اوضاع درست برعکس بود. توابان حاکم مطلق بودند و گاه تا حد حکومت های خود مختار در حیطه قلم روی نفوذ خود عمل می کردند. اصلا در ذهنم هم نمی توانستم بپذیرم که یک تواب به من امرو نهی کند. پیش خودم فکر می کردم همین که جواب سوالشان را میدهم از سرشان هم زیادی است. در اوین هم یک بار در آموزشگاه با یکی از برادران اسگری که هر دو از توابان مورد اعتماد رژیم بود و به اعتبار اینکه پدرشان از رؤسای کمیته‌های انقلاب اسلامی بود به سرعت نقش پاسدار پیدا کرده و در زیر هشت آموزشگاه مشغول به کار شده بودند درگیری لفظی پیدا کردند آستانه تحملم در ارتباط با توابان خیلی کم بود در صورتی که در برابر پاسداران اینقدر بیتاقت نبودم موضوع هم تنها ترس از قدرت بیشتر پاسداران نبود تمام تلاش مسئولان دادستانی و پاسداران در این نهفته بود که توابان را دنباله رژیم محسوب کنند اگر کسی به آنها توهین میکرد به منزله این بود که به ولی فقیه امام زمان توهین کرده است چرا که با در نظر گرفتن سلسله مراتب هر یک منتخب دیگری بود. 18 نفر در سلول بودیم و بعدها جمعیتمان به 22 نفر افزایش یافت. در چنین فضاهایی تا سی نفر نیز به سر برده بودند. سلطان زلک در شعری به توصیف قتلگاهی ساخته و پرداخته نظامیان هیتلر که در آن میزان تحمل رنج در آدمیان را تجربه می, می سرایت. سی و سه جنازه به گودال اندر سی و چهارمین را به دان در می وی گودالی را که جنازه در آن می تشریح می کند و من مجبورم دخمه ای را توصیف کنم که زندگان را در آن قرار می دادن و عمق فاجعه همینجاست. در طول روز طبق ضوابط زندان تنها یک نفر می توانست روی تخت طبقه سوم بنشیند. از آنجایی که ما برای جا شدن در سلول از تمام فضای سلول استفاده می کردیم و امکان زندگی در سطح سلول نبود این قانون باعث درگیری ما با توابان و پاسداران می شد. مجبور بودیم که 21 نفر را در سطح سلول و طبقه دوم تخت جای دهیم که کار مشکلی بود. سابقا تا ده نفر روی تخت طبقه سوم به سر می بودند. استفاده از تخت طبقه سوم به این صورت بود که تخت را با فاصله از دیوار قرار داده و افراد دور آن می نشستند و پاهایشان را آویزان می کردن. به طوری که پای طبقه سومی ها جلوی دهان طبقه دومی دو ها قرار می گره. رنگ دیوارهای سلول سبز و قرمز تند بود و قسمتهایی از آن نیز به شکل بدی دوباره گچکاری شده و بعضی قسمتها به شدت کثیف و نمور بودند. در ابتدای ورود به سلول برای مناسبتر ساختن محیط زندگیمان کاغذهای مقوایی سفید رنگ بزرگی را که توابان از آن برای کارهای فرهنگی و نوشتن شعار استفاده می کردن، سفارش دادیم. آنها که هنوز ما را نمی به تصور اینکه لابد می خواهیم فرهنگی به نفع رژیم راه بیاندازیم و دست آنها را از پشت ببندیم از سفارش ما استقبال کرده و به سرعت مقواهای سفید بزرگ را از فروشگاه زندان تهیه کردند. آنها به هیچ وجه به کارکرد دوگانه مقواهای سفید رنگ نیندیشیده بودند. قسمت‌های نمور دیوار و محلهای کثیف را با آنها پوشاندیم. همچنین زیر طبقه های تخت را برای جلوه بخشیدن به سلول با مقواهای مزبور پوشاندیم. رنگ سفید ها باعث ازدیاد نور اتاق شده و از دلمردگی آن میکاست بعد از اینکه متوجه شدن مقصود ما از سفارش کاغذهای مقوا که به مقواهای فرهنگی معروف بودند برای انجام چنین کاری بوده است از شدت خشم مثل مار به خودشان میپیچیدند ولی کاری از دستشان ساخته نبود از آنجا که درست کردن کاردستی و تزئین سلول در زمره کارهای ممنوع بود اجازه نمیدادند فکری به حال چراغ مهتابی اتاقمان که در حال افتادن بود بکنیم برای جلوگیری از افتادن آن یک تکه چوب جعبه میوه را به شکل اوریب زیر آن قرار داده بودیم کارگزاران رژیم در زندان ها معتقد بودند پرداختن به کارهای دستی و هنری و سامان دادن به سلول باعث روحی بخشیدن به زندانی شده و او را از اندیشیدن به گذشته و نقد عملکردش باز می‌دارد. و نتیجه آن می شود که آنها را از بازگشت به آغوش اسلام عزیز باز می دارد. جلوی پنجره سلول ها را نیز دیوار کشیده بودند. برق که می رفت چشم چشم را نمی دید و به قول بچه ها می زندان کابل. نبود پنجره باعث می شد هوای بند تهویه نشود. سنگینی هوا به حدی بود که پشه و مگس در اتاق دوام نیاورده و به محض ورود به اتاق سرنگون می شدند. در اولین روز ملاقات در بند جدید متوجه شدم هر کس که از ملاقات برمیگردد وقتی به در بند می رسد مدتی داخل نمی شود و همانجا می ایستد. از بچه ها دلیل این کار را پرسیدم. جملگی معتقد بودند که آنقدر هوای بند کثیف است که نمی شود داخل شد. آنهایی که از اتاق بیرون نرفته بودند نمی متوجه وخامت خامت اوضاع شوند. پیش خودم فکر کردم اقراق می کنند و قضیه را جدی نگرفتم. وقتی نوبت به خودم رسید، هنگام ورود به بند ناخداگاه به عقب رانده شدم. آنقدر هوای بند کثیف بود که احساس کردم دستی من را به عقب رانده است. تازه فهمیدم بچه ها در گزارش واقعه چندان دقیق و جدی عمل نکردند. شبها خوابیدن در سلول مکافاتی بود. روی تخت طبقه سوم در عرض آن هفت نفر کنار هم به شکل کتابی میخوابیدند یک پتو را لوله کرده و یک طرف آن را به وسیله تناب به نرده های جلوی در سلول و طرف دیگر آن را به نرده جلوی پنجره اتاق می بستیم و این پتوی لوله شده در مقابل تخت طبقه سوم قرار میگیره. سر، گردن و پشت روی تخت، باسن، ران و زانو روی هوا و ساق پا روی پتوی لوله شده مقابل تخت قرار می گره. تا صبح کسی حق تکان خوردن نداشت. بهتر است بگویم امکانش را نداشت. اگر از جایت نیم خیز می شدی، امکان بازگشت به سر جایت نبود. زیرا بلافاصله فاصله پشت سرت پر می شد. باید به همان شکل تا صبح باقی می یا همه را از خواب بیدار می کردی. به جای دو قلوهای به هم چسبیده، این بار رژیم قادر به خلق هفت قلوهای به هم چسبیده شده بود. بقیه نیز در کف سلول و روی تخت طبقه دوم می خوابیدند. مسئولان زندان بعد از مدتی پذیرفتند که به هنگام خواب از هر اتاق چهار تا شش نفر در بیرون از سلول بخوابند. شب هنگام مسئول خواب سلول فریاد می زد ملوانان بادبانها را بکشی. این شیپور آماده باش از سوی او جهت آماده کردن وسایل خواب بود. سپس پتولوله میشد و تنابها بسته میشدند و تخت نوزهور برپا میشد تا در روی یک طبقه آن هفت نفر به شکلی که شرحش رفت بخوابند وضعیت غذایی اسفوار بود شبها شام از ده گرم کره دو قاشق آب مربا و چند خلال هویج شناور در آن و یا آشی که به آن آش علف سبزیهایی در آن پیدا می شد که به علف شباهت داشت می گفتیم تشکیل می شد نهار چهار روز آب گوشت لپه بود یک روز شمردم هفده عدد لپه مقداری آب زرد به همراه یک بند انگوش چربی و یک تکه کوچک سیب زمینی که گوشه آن سیاه بود نصیب من شده بود حاج داوود سخاوت به خرج داده و گفته بود نان به اندازه کافی بدهند ولی کسی حق دور ریختن دور نان را نداشت او معتقد بود اگر مردم بفهمند در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی چنین غذاهای با کیفیتی به شما می دهیم می و مرا قیم قیمه می کنن. در طول دوران حاج داوود دو بار غذای اساسی خوردیم. یک بار یکی از نیکوکاران کرجی نظر کرده بود که به زندانیان قزل حسار شیرین پلو و مرغ بدهد. بانوی مزبور در این رابطه سنگ تمام گذاشته بود. من هنوز مزه آن را زیر دندان دارم. یکی از خوشمزه ترین غذاهایی بود که در عمرم خوردم شاید به خاطر تنوعی که در برنامه غذایی من داده شده بود این اثر را در من داشت یک بار نیز میهمان سلطنت طلب ها بودیم ظاهرا یکی یا تعدادی از آنها تقاضای چلو کباب کرده بود در این مواقع حاج داوود فرصت را از دست نمیداد و با شم بازاری که داشت وسط دعوا نرخ تعیین میکرد در چنین شرایطی وی مدعی میشد ما نمی توانیم بین زندانیان فرق بگذاریم. خدا را خوش نمی آید که شما چلو کباب بخورید و زندانیان دیگر نان خالی. اگر به همه زندانیان غذا می دهید اشکالی ندارد. می گویم برای تان تهیه کنند. بدین شکل هم عدالت خاص خود را اجرا می کرد و هم آنها را سرکیسه می کرد. همام رفتن نیز کار شاقی به نظر می رسید. در یک فضای کوچک به اندازه کمتر از 5 متر مربع سه دوش آب گرم موجود بود که آب داغ با فشار زیادی در آنها جریان داشت. همه ما مجبور بودیم در آن واحد به حمام برویم. بخار آب و عجله ما برای شستن خود و لباسهایمان که باید در همان زمان محدود انجام می گرفت باعث می که به تنگی نفس دچار شویم. محمد رضا جلال الدین بیش از همه با دشواری مواجه می شد. او وسواس شدیدی داشت و به هنگام آب کشیدن خود از آنجایی که مجبور بود بیشتر خودش را بشوید تا آب کشیده شود حرکات را بسیار سریع انجام میداد گویی که دور فیلم را سریع کردند و این باعث گرفتگی نفسش میشد هر بار بعد از حمام تقریبا باید پیکر بیحال او را به سلول باز میگرداندیم تشتی برای شستشوی لباس نداشتیم و از پیتهای 17 کیلویی پنیر به جای تشت استفاده می کردیم و لباسهای را در همان زمان اندک در آنها میشستیم. توالت رفتن نیز مصیبتی بزرگ بود. سه دستگاه توالت در بند موجود بود که همیشه یک دستگاه آن خراب بود. بیش از 20 نفر باید از دو دستگاه توالت در عرض 15 تا 20 دقیقه استفاده میکردند که تقریبا امکان ناپذیر بود. عدم تحرک و نشستن دائم در سلول باعث کند شدن حرکت روده ها شده و عمل دفع به سختی انجام می گرفت. بچه ها قبل از رفتن به دستشویی سیگار میکشیدند تا بلکه کمکی کند ولی هیچ ترفندی کارگشا نبود. مسئول توالت سلول سعی می کرد وقت را تقسیم کند تا به همه برسد. همیشه با توابان سر توالت رفتن درگیری داشتیم. جنگ اعصاب تمامی نداشت. در مدتی که در بند شش بودم دو بار به هواخوری برده شده بودیم و هر بار نیم ساعت باید در مسیر مشخصی راه می رفتیم هواخوری بند به شکل مخروبه بود بدون هیچ گل و گیاه یا سبزینه ای تشدید سرکوب از سوی رژیم همه چیز را در بر گرفته و به سبزه ها نیز رحم نکرده بود هر سلول تقریبا یک بیمار روانی داشت نگهداری از آنها در سلول و در آن شرایط وحشتناک بسیار سخت و طاقت فرسا بود تا قرن هجدهم بیماران روانی را نیز چون مجرمان و بزهکاران به زندان انداخته و تحت فشارهای طاقت فرسا قرار میدادند اما دیری نگذشت که میرابو اظهار کرد که مجاورت شرماور زندانیان و دیوانگان ابزاری هوشمندانه برای تحمیق کسانی که جامعه قصد سرکوبشان را دارد هم تجسم محض استبداد و حیوانیت پیروزمند اما این بار در پایان قرن بیستم افراد سالم و تندرست پس از افتادن به زندان در اثر فشارهای روحی و روانی طاقت فرسا به جنون دچار شده بودند و نه تنها با مساعدتی روبرو نبودند بلکه فشارهای مضاعفی را نیز متحمل می شدند. حاج داوود دست از سر آنها بر نمی دارد. او می گفت چرا اینها که روانی می شوند یکیشان طرف ما نمی آید پس دروغ میگویند و عقلشان خوب کار می کنند. مجید بسچی یکی از این بیماران بود که در انفرادی گوهردشت دیوانه شده بود. یک بار در زیر بازجویی و در ابتدای دستگیریم در دادستانی اوین با وی بگو مگو کرده بودم که گزارشش در پرونده نیز ثبت شده بود. یک بار هم در گوهردشت در اولین روزی که بند عمومی شد تهدیدش کرده بودم که اگر دست از پا خطا کنی هر چه دیدی از چشم خودت دیدی ولی حالا وضع فرق میکرد و او کنترلی بر روی اعمال و رفتارش نداشت و توابان نیز رعایت حالش را نمی کردن. یک شب که وضعیت روحیش بحرانی شده بود از سلول خارج شده و به قدم زدن در بند می پردازد. توابان حریفش نمی شوند. بالاخره با ضرب و شط مجبورش میکنند که زیر هشت بایستد او همچنان که در آنجا ایستاده بود دستش را به شکل هفتیر در آورد و وانمود می کند که به سوی آنها شلیک می کند. توابان از خدا می که او آرام شده و به سلول برود. مجید به شدت رنگ پریده و ضعیف می نمود. کلمه در هم و بر هم و نامربوطی بر زبان می و صداهای غیر معمولی از خود در می دلم نیامد در آن شرایط وخیم تنهایش بگذارم زمانی که بر اعمالش کنترل داشت از او متنفر بودم و اگر چاره داشتم بدون کوچکترین ترحمی خفش میکردم ولی حالا وضعیت فرق کرد وقتی او را با ضرب و شرط مجبور به ایستادن کردند توانستم خشمم را مخفی کنم منطق و عدالت حکم میکرد که به او به چشم یک بیمار نگاه کنم احساس می کردم به خاطر گذشته شاید هنوز از من حساب می برد. از سلول خارج شد و در حالی که دستم را به حالت عصبانیت تکان می دادم به او گفتم برو تو سلول بگیر بخواب تا نگفتم حق نداری از سلول خارج چی. نگاهی کرد و سرش را پایین انداخت و رفت داخل سلول خوابید. نمیدانم روی چه حسابی از من حرف نوی نشان داد ولی در هر حال احساس خوشایندی به من دست داد در واقع خودم را به لحاظ روانی تسلی داده بودم زیرا که احساس می کردم کینه نسبت به او و امثال او غیر منطقی و حیوانی نبوده بلکه به خاطر اعمال و رفتارشان بوده است و زمانی که می دانم و آگاهم که کنترلی روی اعمالش ندارد دیگر نمی توانم او را مجازات کنم یا به او کینه ببرزم ایوب که در زندان به ایوب پیغمبر معروف بود دائم نماز میخواند و مترست بود مبادا کسی عمل خلاف شرعی انجام دهد. او از غذای زندان نمیخورد. میگفت حرام است. تنها به نان خالی بسنده میکرد. خنده را غیر شرعی میدانست و به همین خاطر یک بار سیلی محکمی به گوش اسگری که او نیز بیمار روانی بود زد. ایوب یکی از همین سیلی ها را در سالن ملاقات به حاج داوود می زند و به خاطر این کار چنان تنبیهش می کنند که جنازه اش را به بهداری میبرند. به یادم هست که یک بار هم به خاطر ضعف عمومی وسط سالن قش کرد. مشکل بزرگ و عمده ما ضوابط جدید در زندان قزل حصار و ممنوعیت زندگی کمونی یا همان زندگی جمعی بود. این محدودیت در بندهای مجاهدین فشار بیشتری را موجب می شود. زندانیان مجاهد همه چیزشان به جز لباس و مسواک جمعی بود و این قاعده اختصاص به کلیه بندها داشت. اما زندانیان مارکسیست حتی در دورانی که فشاری از سوی زندانبانان برای جلوگیری از زندگی جمعی نبود نیز کمتر به این شکل از زندگی تن میدادند و یا اگر کمونی داشتند همه موارد را شامل نمیشد و در نهایت نوعی از صندوق تعاونی بود تا کمون ما در زندانهای جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به نیم قرن تلاش بیوقفه انسان برای زدودن خاطرات تلخ فاشیسم به روشنی با گوشت و پوستمان فاشیسم را به شکلی فجیتر لمس میکردیم زندگی جمعی چیزی نبود جز استفاده بهتر و همه جانبه و یکسان افراد از کلیه امکانات موجود. مشخص نبود چه کسی چقدر پول در صندوق اتاق می گذارن. به همه خاطر اگر کسی خانوادهش استطاعت مالی نداشت و نمی توانست درخواست پولی یا چیزی از آنها داشته باشد، در فشار و عذاب روحی به سر نمی بود و یا منتی از سوی دیگران بر سر وی نبود. افراد در حکم یک خانواده بزرگ بودند. صندوق جمعی موظف به رفع نیازهای شخصی افراد بود حفظ زندگی جمعی در آن شرایط که دائما زیر فشار بودیم و شمشیر تابوت و قیامت نیز بالای سرمان قرار داشت بسیار سخت و طاقت فرسا بود و ریسک پذیری بالایی را می طلبید. ولی به هیچ قیمت حاضر به از دست دادن آن نبودیم ما که برای تعمیم دادن چنین ایدئالی در جامعه تلاش می کردیم، چگونه می توانستیم در مواجهه با اولین مانع دست از آن بشوییم حتی نشست های معمول و هفتگی سلولمان را نیست در حالی که 24 ساعته تحت نظر و کنترل بودیم برگزار می کردیم وقتی تبواب از جلوی سلولمان میگذشت جلسه ادامه پیدا می کرد و هنگامی که به نزدیک سلول می رسید جلسه قطع می شد برگزاری یک جلسه ساده چند ساعت به طول می انجامید ولی سختی شرایط و تنگی موقع باعث نمیشد که حتی در دهشت شرایط نیز از مشارکت جمعی در اداره سلول و زندگی جمعی چشم بپوشیم. تمامی افراد سلول در کلیه بحث ها شرکت کرده و نظرات خود را به اطلاع دیگران می بنا به تجربه ای که دارم و در عمل به صحت آن رسیدم، برایم قابل قبول نیست که تحت هیچ شرایط و مسلحتی دموکراسی پایه ها و اصول آن را به حالت تعلیق درآورد تا آنجایی که به یاد دارم در بسیاری از کشورها با به وجود آمدن اندکتنشی شرایط فوق برقرار کرده و پایه های دموکراسی را متزلزل ساخته و در جهت برچیدن نهادهای دموکراتیک قدم برمیدارند. در صورتی که در یک نظام مترقی و پیش رو در هر شرایطی تحکیم پایه های دموکراسی و مشارکت گسترده مردم در همه امور و استفاده از توانایی ذهنی و مادی آنها می تواند به استحکام و بقای نظام کمک و یاری رساند. وضع قوانین جدید تو با سخت گیری های غیر معمول شیوه جدیدی بود که رژیم برای منفعل کردن و شکستن زندانیان پیش گرفته بود. آنها تلاش می کردند از ما انسانهایی بسازند که قبلا در اصول کافی راجع به آن صحبت کرده بودند. شیعیان ما با وقار و آرامش هستند، مانند شطور نری که مهار در بینی دارد. چون او را بکشند به راه افتد و چون بر سخری بخوابانند بخوابد. هدف آنها اخفای جرقهی بود که ما را به انسانیت نزدیک می کند. چرا که انسان چه یک رزمجو با سینه گلگون چه یک عاشق با سینه گلبرگ از بند خیش میگریزد و به دنبال چیزی بیرون از خود و فردیتش میگردد هر گونه برخوردی که باعث ایجاد کشش و رابطه عاطفی بین افراد میشد از اساس ممنوع و مستوجب مجازات های سنگین و هولناک بود حتی یک سلام کردن ساده می توانست خطرهای جدی برای زندانی به همراه داشته باشد عواطف و احساسات باید به دور افکنده می تا همه نگاه ها به نقطه اصلی معطوف شوند. همه این فشارها این گونه توجیه و تئوریزه می شدند که برای رهایی فرد از قید و بندهای تشکیلاتی است. افراد باید از انجام کارهایی که باعث جلب توجه دیگران به خود شود امتنا ورزیدند. کسانی که با اعمالشان باعث می شدن توجه افراد از نقطه اصلی به جای دیگری منحرف شود در واقع مرتکب گناه کبیره می شودن. در بعضی از بندها افراد جای مشخصی در اتاق داشتند. زندانیان حق نداشتند دور هم جمع شده و به گفتگو بپردازند. حتی نشستن و جمع شدن بدون هیچ گفتگویی نیست گاه جرم و خلاف محسوب می شد و مستوجب مجازات بود. گاه فردی را بدین صورت مجازات می کردند که در میان جمع بایکوت شود وی در تمام طول روز باید روی یکی از تخت ها می نشست و کسی حق صحبت کردن با او را نداشت دادن هر گونه وسیله اضافی به دیگران یا استفاده مشترک از آنها ممنوع بود اگر دوستتان مریض بود و یا سردش میشد حق نداشتید لباس گرم خود را مدتی به آریت به او دهید حتی حق نداشتید سیگارتان را با کسی اشتراکی بکشید و یا با آتشی مشترک یک سیگار را روشن کنید چرا که این اقدامی بود کمونی و اشتراکی و لاجرم خلاف اسلام غذا به شکل شخصی و به وسیله مسئول پخش غذای بند که یکی از طوابان بود پخش شده و هر کس باید خود شخصا برای گرفتن غذا اقدام میکرد کسی حق نداشت به جای دیگری این کار را انجام دهد شستن ظرف دیگری نیز جرم محسوب شده و باعث بروز درد گوناگونی میشد. استفاده مشترک از یک مایه ظرفشویی برای شستشوی ظروف نیز ممنوع بود. هر کس باید مایه ظرفشویی مخصوص خود را می داشت. در صورتی که غذای فردی اضافه می آمد یا میل به خوردن آن نداشت و یا مانند شام شبها که معده ها عاجز از خوردن آن بودند باید به دور ریخته می و حق نداشتید آن را به همسلولتان بدهید چرا که می توان وی را در محصور اخلاقی قرار داده و باعث جلوگیری از کند شدن وی از روابط شود در هنگام پخش برنامه های فرهنگی زندان اما از برنامه های سخنرانی مذهبی تلویزیون مراسم دعا و نیایش یا ایراد مصاحبه های تلویزیونی افراد در هم شکسته کسی حق نداشت بخوابد یا چرت بزند همه باید سراپا گوش می بودند. در غیر این صورت باید منتظر واکنش های بعدی می شدند. تنها بیماران خاص که به ندرت پیش می آمد می توانستند از این قاعده مستثنا باشند سعید جبرائیلی در بالای تخت طبقه سوم پشت پتوها جایی را آماده کرده بود که از پایین به هیچ وجه دید نداشت یک نفر در آنجا بدون اینکه کسی متوجه شود می توانست به هنگام پخش برنامه آموزشی بخوابد تا مدت از این امکان استفاده می کردیم تا روزی یکی از توابان با شمردن تعداد افراد سلول به هیله ما پی برد و به این طریق محل مورد نظر لو رفت و ما از داشتن چنین امکانی محروم شدیم. افراد از انجام هر گونه شوخی، خنده و یا انجام کارهای سرگرم کننده محروم بودند. انجام کارهای هنری به ویژه ساخت آثار متنوع هنری از آنجایی که ارتباط مستقیم با آفرینش و خلاقیت داشت و این در تضاد مستقیم با پروژه طراحی شده از سوی مسئولان زندان بود با سخت گیری های زیادی توأم بوده و افرادی که مبادرت به انجام چنین کارهایی میکردند به سختی مجازات میشدند رایت ظاهری قوانین ممنوعیت زندگی جمعی باعث می شد که ما به تعداد نفرات زلول، قندان، ظرف پنیر، جاسابونی، شامپو، ظرفهای جداگانه برای نگهداری میوه داشته باشیم. اگر کسی قصد استفاده از مربا را داشت باید یک شیشه برای خودش می خرید و به طور شخصی از آن استفاده می کرد و این در حالی بود که فروشگاه به تعداد افراد مربا در اختیار سلول قرار نمی داد. به عبارتی مسئولان زندان به دنبال به دست آوردن بهانه برای سرکوب بودند. توابان در تلاش و تجسس مداوم بودند تا مچ کسانی را که مربایشان را با دیگران قسمت می کنند بگیرند. برای کنترل این موضوع کسانی که مربا خریده بودند موظف بودند اسمشان را روی شیشه مربایشان بنویسند موقع غذا خوردن به طور مرتب سلول را تحت نظر داشتند تا نسبت به اجرای دقیق قوانین مطمئن شوند کوشش زیادی به خرج میدادند تا مبادا پایه های اسلام با شکستن قوانین زندان توسط افراد سست شود آبلیمو کنسرو خورما، کاهو، خیار و گوجه فرنگی نیز مشمول قاعده فوق بودند. هر کس باید به تنهایی لیست میداد و اسمش را روی اجناسش می‌نوشت.